در سی سالی که کیهان لندن چاپ می به سنت قدیمی مطبوعات ستونی برای نظر و نامه خوانندگان داشت که در آن پستچی با شوخی و جدی و کنایه و یا سپاس پاسخی هم به فرستندگان این نامه ها که در همان ستون منتشر میشد، میداد. این ستون از آنجا که مخاطبان حضور خود را در آن می دیدن، همواره جزو پرخواننده ترین ها بود. راز بزرگ موفقیت، و فراگیری اینترنت و به ویژه شبکه های اجتماعی نیز در همین نکته است. ایجاد امکان برای حضور میلیون ها مخاطبی که تا پیش از این فقط خریداران و خوانندگان مطبوعات و یا شنوندگان و بینندگان بینقش رادیو و تلویزیون بودند که شاید سالی و ماهی در نظرخواهی یا مصاحبه ای تصادفی در خیابان در گزارشی نقشی میافتند. بازاری یک طرفه که مناسبات بین عرضه و تقاضا را تقریبا فقط تولید کننده تعیین می کرد. با اینترنت و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی همه چیز واقعا همه چیز از اقتصاد و سیاست تا مناسبات اجتماعی و فرهنگی زیر و رو شد و این خیابان یک طرفه را به اتوبان دارای چندین باند و بدون محدودیت سرعت تبدیل کرد. برای نمونه در اقتصاد و بازاریابی کالاها تقاضا و خریداران نقش تعیین کننده پیدا می کند. در مناسبات اجتماعی و فرهنگی روابط آدم ها و همچنین کار و عرضه فرهنگ و هنر از راه دور نقش اساسی مییابد در سیاست اگر زمانی این فقط دولت ها و همچنین رسانه های جریان های اصلی بودند که به رویدادها جهت می دادند، امروز شبکه های اجتماعی و مردم عادی حضور و نقش خود را به رسانه ها تحمیل می کنند. واجه کلیدی همه این تغییر و تحولات چیزی نیست جز آزادی. اگرچه همه از جمله مخالفان آزادی نیز می توانند از این امکانات برای سرکوب آزادی سوء استفاده کند اما نکات مثبت این دستاوردها به مراتب بیش از سوء استفاده های احتمالی است در این میان به نظر می رسد جامعه ایرانی چه در داخل و چه در خارج در مورد آزادی بیان که تنوع و تفاوت های جامعه بشری را به نمایش میگذارد به تمرین بسیار و بالا بردن سطح تحمل نیاز دارد برای کیهان لندن که با معیارهای دموکراسی و حقوق بشر منتشر می شود بسیار دردناک است که گاهی از سوی طیف متنوع خوانندگان خود تشویق می شود تا دیدگاه را که مانند آنها نمی بینند سانسور کرده و منتشر نکند به طوری که اگر قرار می بود به این توصیه ها عمل شود می بایست اصلا چیزی منتشر نکرد زیرا هر کدام خواهان حس دیگری است حالان که آزادی و آزادی بیان چیزی جز آزادی دیگری نیست وگرنه یک جمهوری اسلامی در ایران که برخی به دنبال این هستند که فقط نامش را عوض کنند و در یک چرخه شیطانی به قلع و قمع آنها که مانند آنان نیستند بپردازند کافی است آزادی از دیگری شروع می شود و به خود می رسد روند برعکس اما همان است که نیروهای سیاسی ایران پس از انقلاب در پیش گرفتند و با دفاع نکردن از آزادی دیگری خود نیز نابود شدند